ارزیابی از اعتراضات و اعتصابات کارگران و موانع. گفتگوی ما با داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد تهران و حومه را میشنوید. آقای رضوی، سلام دارم به شما. اولین بار است که در رادیو پیام شرکت میکنید، بهتون خوش آمد میگم و ممنون از اینکه این فرصت رو دادید با هم باشیم. سلام و درود به شما و تمام شنوندگان و بینندگانتون، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم آقای رضوی، قبل اینکه وارد بحث بشیم دوست داشتم ارزیابی شما رو از اعتصابات و اعتراضات کارگران، حالا من میگم در ابعاد وسیعش که شامل حال معلمان، پرستاران و غیره هم میشه، در کل یک ارزیابی از شما داشته باشیم تا ادامه بحث رو با هم پیگیر بشیم. به نظر من اینطوری که مشخصه، کلن حاکمیت در طی تمام این سالهایی که ما در ارتباط با سندیکای کارگران شرکت واحد فعالیت کردیم و فعالیت‌های کارگری انجام دادیم، کلن حاکمیت با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری از جمله سندیکاها، سندوی در هر رابطه تشکیلاتی مستقل، مستقل به معنی وابستگی به دولت و کارفرما نداشته باشه، کلن مخالفن. و تجربه امروز هم نشون میده که با تمام امکانات مقابل این تشکل‌های کارگری، دانشجویی، معلمان، حتی تشکل‌های مدنیش هم، محیط زیستیش، مدنیش هم حاکمیت مقاومت کرده و ایستادگی کرد. اما خب اعتراضات چطور میشه حالا این اعتراضات و اعتصابات رو ارزیابی کرد؟ ببینید، در جایی که خب حق داشتن تشکل در واقع جرم محسوب میشه و اجازه تشکیلش رو نمیدن، خب مطالبات کارگران و بازنشسته ها و معلم ها و تمام صنوف اینها همینطور طی سالیان سال روی هم انباشته شد. حالا تا اونجایی که تونستن به هر حال کارگرا به یه شکلی با اضافه کار کردن، با کم خوردن، با کم کردن، کوچیک کردن سفره هاشون تحمل کردن، ولی امروزه دیگه انقدر شرایط واقعا از نظر معیشت اسفبار و غیر قابل تحمله، اینکه قدرت خرید کلن مزدگیرا میتونم بگم تا 60-70% به طور کل از بین رفته، یعنی بر اساس حقوقی که میگیرن واقعا 60-70% قدرت خرید ندارن، 30% میتونن خرید داشته باشن. اینه که خب این اعتراضات در چند سال اخیر به خصوص از سوی کارگران، بازنشسته ها، معلم ها و دیگر اخشار به طور مرتب شکل گرفت و به طور مقطعی این اعتراضات بسیار بسیار نتیجه بخش هم هست. مثلا ما کارگران هبکو، کارگران آذرآب، کارگران معادن مختلف، این کارگرا در بخش هایی علل خصوص حالا کارگرای هفت‌تپه که خب کارگر هفت‌تپه همچنان ادامه داره، ولی در مقطعهای مختلف اعتراضات و اعتصاباتشون نتیجه داده، یعنی حداقل ترین چیزی که بوده اون مطالبه ای رو که طلب کردن از طریق اعتراضاتشون تا حدودی به هر حال هیچ وقت این اعتراضات به طور کامل منافع کارگرها رو در بر نمیگیره، چون به اعتقاد خود من تشکیلاتی که میتونه، تشکیلات پایدار و منسجمی که میتونه این مطالبات رو به طور شاید بگم خیلی خیلی درصد بالاتری از مطالبات کارگران رو میتونه زنده کنه برای کارگران. اما این اعتراضات هم به نظر من تا امروز بسیار بسیار مثبت میشه ارزیابی کرد، چون بخشی از کارگرها مطالباتشون رو تا حدودی به دست آوردن و اگر این اعتراضات نبود شاید بگم به طور کل کارفرماها دیگه ساعت کار و حق بیمه و اینها رو هم دست میذاشتن روش، و اگه امروز نتونستن این کار بکنن به خاطر که این اعتراضات به صورت گسترده و
و ادامه دار داره دنبال میشه و همچنان که خودتون در خبرها شاهد هستین روزانه دوباره اعتراضات شدت گرفته. من فکر میکنم اون موانع کرونا و این مسائل همینطور که داره هی به مرور کمتر میشه اعتراضات هم بیشتر میشه. بله متشکر از توضیحتون. رو مسئله تشکر صحبت کردید حالا برمیگردیم، ولی اجازه بدید یه مقدار روی سندیکای کارگران شرکت واحد تمرکز بکنیم به عنوان یکی از تشکل‌هایی که به هر حال با سابقه طولانی داره کار میکنه. با توضیحاتی که دادید الان وظایفی که سندیکای شرکت واحد برای خودش تعریف کرده در شرایط کنونی چه هستش؟ ببینید سندیکا که کلن وظایفش مشخصه، یعنی در خود اساسنامش هست، دفاع از منافع صنفی کارگران، کارگران اون همون کارگاه. اما این سندیکا به هر حال امروز در ابعاد بزرگتری داره فعالیت میکنه، یعنی به مرور این سندیکا هر چقدر ادامه داد، هر چقدر این تشکیلات تحت فشار قرار گرفته، یه تمام سالهایی که به هر حال با یه سرچ ساده میشه این فشارهایی که روی اعضای این سندیکا بوده و این سندیکا بوده رو به راحتی بیرون آورد. اینه که این سندیکا امروز یک مقدار به قول معروف از اون محیطه کاری خودش بیرون اومده و یکی از مسائلی که سندیکا، من حالا خب چون در هیئت مدیرشم بودم در زمانهایی که خب به طور مرتب جلسات قبل از کرونا و این مسائل دنبال میشد، در واقع اونجا مصوباتی دارن که هر جایی حقوق کارگران در هر جای دنیا تحت شعاع قرار گرفت و تحت فشار قرار گرفتن، این سندیکا میتونه اظهار نظر کنه، محکوم کنه، حمایت کنه. اینه که در واقع سندیکاها از منافع کارگران، به نظر من تعریفش رو اینجوری بگم که میشه گفت از منافع کارگران سندیکا دفاع میکنه. حالا فرقی نمیکنه کارگران ایران خودرو باشه به یه شکلی به صورت حمایتی، کارگران اپکو باشه، هفتپه باشه، و یکی از وظایف دیگه‌ش هم کمک بکنه کارگاه‌های دیگه هم بتونن تشکلات مستقل خودشون و سندیکاهاشون رو ایجاد کنن. هرچند که خب در ابتدا من عرض کردم فشارهای شدید امنیتی و برخوردهایی که تاکنون شده به هیچ وجه، یعنی تا این چیزی که تجربه منه امروز، خط قرمزشون همین گذاشتن مجمع هاست که خیلی ها به راحتی میگن که آقا چرا مجمع نمیذارید. بارها و بارها سندیکا، من خودم شاهد بودم، اقدام، فقط اقدام کرده، یعنی شروع کرده به اقدام، یک هفته قبلش، 10 روز قبلش، 1 ماه قبلش فشارها زیاد شده، چندین تن از اعضا رو دستگیر کردن و دیگه این اجازه رو ندادن امروز که مجمع بزنه. نه اینکه بگم باید، سندیکا نیازی نداره مجوز بگیره، ولی وقتی که یک اراده‌ای با تمام امکانات که هم دولتی هم حکومتی هست مقابل یه سندیکایی که واقعا از ابتدا تحت فشار بوده، زندان بوده، اخراج بوده، تهدید بوده، تمام اینها رو تحمل کرده، خب من فکر نمی کنم بشه توقع داشت که آقا چرا مثلا مجمع رو نمیذارن. بله، چه ابزاری رو به هر حال برای اینکه بتونید شما با کارگران ارتباط بگیرید و اونطوری که گفتید از منافع کارگران دیگه هم دفاع بکنید بر اساس اساسنامتون، چه ابزاری رو به کار میبرید برای ارتباط گیری؟ به هر حال قبلا شما پیک سندیکا داشتید، الان شبکه‌های اجتماعی هست، آیا فکر نمی‌کنید الان شرایطی است که باید در ابعاد، یا دارید این کار رو میکنید؟ نمیدونم، به سوال هست که در چه ابعادی و در چه زمینه هایی میشه و یا میتونید شما با دیگر کارگران ارتباط بگیرید تا بتونید تجاربتون رو در اختیارشون بذارید یا بتونید کمک بکنید، خواسته ها و مطالبات اونا رو بدونید و بتونید یک رابطه ارگانیک با ایجاد بکنید؟ ببینید این سندیکا تا قبل از کرونا و 2 سال قبلترش به طور مرتب در ماه
یک بار، دو بار، بعضی وقتا تا سه بار در پایانه ها حضور پیدا می کرد، با راننده ها ارتباط برقرار می کرد و حتی کمک های مالی و یا حق عضویت از راننده ها دریافت می کرد. تقریبا میتونم بگم 17-18 ماه بعد از قبل از کرونا این ارتباط یک مقدار ضعیفتر شد بر اساس حالا فشارهایی که بود، بر اساس شرایط خیلی سخت معیشتی که واقعا اون توان و نیرویی که باید در واقع نیروی اجرایی سندیکا بود یه مقدار خب تحلیل رفت به خاطر این مسئله. و بعدها هم خب چون فضای مجازی هم یه مقدار فعالتر شد، از طریق فضای مجازی این امکان بود، اما جلسات سندیکا به طور مرتب تا قبل از کرونا انجام میشد. این چه که من اطلاع دارم این جلسات خب البته الان میتونم بگم سالیان ساله، حتی از بعد از اینکه به محل خبازان عوامل چماقدار شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر حمله کردند و اونجا رو ضرب و شتم کردند، هم اعضا رو و خورد کردند همه چیزو، بعد از اون که انتخابات سندیکا در سال 84 خرداد 13 خرداد ماه برگزار شد، بعد از اون تمام جلسات سندیکا دیگه در منازل خود کارگرها انجام شده. یعنی من میتونم بگم از سال دیگه 85 به بعد کلن سندیکای کارگران شرکت واحد جلساتش رو در منازل خود کارگرها انجام داده، تا خود قبل از کرونا که دیگه به صورت جدی بشه. قبل از کرونا هم باز این مسئله بود. بعد از اونم خب در میدونم که در گروه های حالا همین فضاهای مجازی گروه های تشکیل شده و به این شکل ارتباط دارن، ولی خب مسئله کرونا واقعا مشکل ساز شده برای جلسات حضوری. ولی این سندیکا از اونجایی که طی 15 سال گذشته شاید نتونسته مجمع بذاره، ولی همینجور لایه های بعدی این سندیکا، یعنی میتونم بگم بعد از ما که هیئت مدیره بودیم و حالا هرچند به خاطر اون مجمعی که نذاشتیم هنوزم میشه گفت که این تا تحویل، اساسنامه سندیکا اینو میگه، میگه باید اعضای هیئت مدیره که میمونن، یعنی حتی دورهشون تموم میشه ولی داوطلب هستن که خدمت کنن، تا مجمع بعدی میتونن ادامه بدن به خدمتشون که اون به قول معروف مسائل و اتفاقاتی که در سندیکا ثبت شده و مدارک و اسنادی که در اختیار دارن رو تحویل مجمع بعدی بدن. به همین دلیل خب سندیکا همینطور که جلو میرفت لایه های هی جوانتر اومدن. من میتونم بگم تا امروز 4 دوره افرادهای مختلفی اومدن توی سندیکا، بازنشست شدن، رفتن، بعد جایگزین شدن. و امروز هم این سندیکا به واسطه حمایت همین اعضایی که امروز الان در خطوط و در خطوط بی‌آرتی شاغل هستن و حمایت میکنن، به واسطه همین اعضا داره دنبال میشه و در جریان داره، یعنی ادامه داره مسیر. آقای رضوی، آیا تلاش شده؟ من میدونم مسئله به هر حال همین تشکل‌هایی که هست، به هر حال تشکل‌های صنفی دچار مشکلات زیادی هستند برای ادامه حیات به خاطر فشارهایی که خود شما هم به اون اشاره داشتید در بحثتون، ولی آیا تلاش شده که با شهرهای دیگه و مناطق دیگه که به هر حال خطای اتوبوس رانی هست، یک ارتباطی گرفت و یک در واقع یک تشکل سراسری تری رو در سطح کشور ایجاد نمود؟ ببینید کلن اون چه که باز من اطلاع دارم، کامیوندارا، رانندگان بخش خصوصی، سندیکا دارای یک پیوی هست به نام پیوی واحد پی واحد سندیکا. از طریق این هم گزارشات راننده های خطوط بی‌آرتی تهران به دست اون
اعضایی که کنترل میکنن سندیکا رو دارن کار میکنن میرسه، همین که از دیگر راننده های، حتی بخش های راننده های کامیون هست، راننده های بخش خصوصی هست. خب میدونید که در تهران هم الان ما بخش خصوصی داریم و به طور، حالا نمیخوام بگم که مثلا به طور مرتب شاید نباشه، ولی در واقع هر جا که این رانندگان بخش خصوصی دچار مشکلات هستن با سندیکا ارتباط داشتن، چون بخش عمده از همین رانندگان بخش خصوصی تهران اینها همه از رانندگان شرکت واحد بودن که متاسفانه در اثر بی اطلاعی و شرایط سختی که حالا اون موقع در شرکت واحد بود، فکر میکردن که حالا مثلا بخش خصوصی میتونه شرایط بهتری داشته باشه، که در واقع با پذیرفتن به بخش خصوصی میتونم بگم تمام هزینه های حمل نقل عمومی تهران رو بر دوش خودشون گذاشتن، در صورتی که در اون زمان این راننده ها که تو شرکت واحد بودن حقوق که میگرفتن استعلاجی داشتن، مرخصی داشتن، ایدی داشتن، پاداش داشتن و اگه مشکلی براشون پیش میاد میتونستن از وام، البته همه اینایی که دارم میگم بعد از امکانات خیلی خوبی بعد از اعتصابات، این حالا به سوال اولتون هم برمیگرد که خود سندیکای شرکت واحد تا اعتصابات رو انجام نداد، یعنی 9 ماه فعالیت میکرد با هیئت مدیره بسیارم به قول معروف در مطرح بود این سندیکا در اون زمان، خیلی خیلی ارتباط بیشتری با کارگرها داشت، جلساتش تا 200 نفر حضور پیدا کردن در محل خبازان که بعد از اون درگیری و اینا توسط پلیس امنیت بسته شد. اونجا باز بعد 2 تا اعتصاب 4 دی و 8 بهمن بود که کارگرها مطالبات بیشماری رو که من اگه بخوام اصلا تو برنامه‌تون نمی‌گنجه که بخوام از اون مطالبات به دست آورده که سندیکا از حلقوم کارفرما و شهرداری بیرون کشید و تو جیب کارگر رو کرد، واقعیت خیلی خیلی زیاده که به این شکل بوده دیگه. اینه که اون ارتباط الان بین این کارگرای به حساب بخش خصوصی از طریق همین فضای مجازی و ارتباط با سندیکا انجام داره، انجام میگیره. آقای رضوی، شما از بازنشستگان سندیکای در واقع بازنشستگان شرکت واحد هستید، در این رابطه هم فعال بودید، در تجمع بازنشستگان فعال بودید، سخنرانی کردید. امروز هم متاسفانه ما شاهد بودیم که حکم آقای اسماعیل گرامی 6 سالش عیناً تایید شد و اگر یه نگاهی بکنیم بازنشستگان حرکت‌های خیلی خوبی رو داشتن، ولی متاسفانه به این وضع دچار شد و به نوعی میشه گفت افول کرد. ارزیابیتون از این حرکت‌ها چه هست و چه عواملی باعث شد که حرکت‌های خوب بازنشستگان به این شکل و به این حال روز بیفته؟ ببینید، من اولی که خیلی خیلی متاسفم از اینکه حکم اسماعیل گرامی، یک بازنشسته کارگری که واقعا شرایط سنی بالایی هم داره، بیماری های زمینه ای هم داره، حتی قبول نکردن که قبل از برگزاری دادگاهش ایشون بتونه مثل همه زندانی هایی که برای رفتار میکنن سند میذارن بیان بیرون، تا روز دادگاهشون بیرون بودن، حتی اینم قبول نکردن و متاسفانه از همون ابتدا هم ایشون رو فرستادن زندان فشافویه و اونجا شرایط خوبی نداره. اینه که حالا به هر حال ایشون خوشبختانه از اونجایی که آگاهانه دست به یه کاری زده، برای همین ما مطمئنیم که حالا ارتباطی که با خانوادهش هم داریم از نظر روحی بسیار شرایط خوبی داره، ولی خب به هر حال میدونید 67 سال سن کمی نیست، کهولت سن و بیماری های زمینه‌ای و شرایط زندان ها و اینا میتونه تاثیر زیادی روی جسم ایشون بذاره، که امیدواریم که حالا در اعاده دادرسی یک شرایطی فراهم بشه یا به هر حال از طرف بازنشستگان و کارگران دیگران به هر حال شرایطی فراهم کنن که منجر به آزادی ایشون بشه.
من عواملی که شما نام بردید، بله، اعتراضات بازنشسته ها بسیار بسیار منسجم و هدفمند در 2 سال گذشته، میتونم بگم قبل از اوجگیری دیگه کرونا، با اینکه کرونا هم بود ولی ادامه داشت، خیلی خوب شکل گرفت و به جلو میرفت. و اینو باید بگم که یکی از عوامل بازدارنده‌ای که میتونه تأثیر بذاره توی این اعتراضات کارگران و بازنشستگان، حتی من فکر میکنم در کانون صنفی های معلمان هم این عوامل، حالا به یه شکل دیگه است، اسمشون چیز دیگه ایه، عوامل خانه کارگر و شورای اسلامی کار، این تشکل‌های دستساز دولتی که در واقع حمایت و دفاع میکنن از منافع کارفرما و منافع امنیتی ها، چون منافعشون اینه که تشکیلات مستقل نمیشه. ما در شرکت باید به عینه اینو دیدیم و تأثیراتش هم توی هم اعتراضات شرکت واحد دیدیم که بسیار تلاش کردن، دیگه از کاری نبود که سر شرکت واحد این عوامل نیارن، تو با یه سرچ ساده تو گوگل مشخصه. شما فکر کنید بمب آتش‌سا توی محل سندیکا گذاشتن، 200 نفر آدم با چوب و چماق آوردن در روز روشن با حمایت پلیس و عوامل امنیتی اونجا رو همه رو ضرب و شتم کردن، خورد کردن. همه اینا برای این بود که در واقع این تشکیلات مستقل سندیکایی، یا حالا اسمش هم حالا زیاد مهم، تشکیلات مستقل باشه خیلی مهمه، مستقل و پایدار، اینه که نه میخواستن شکل نگیره، که خوشبختانه راننده های شرکت واحد قبل از اینکه بیان اقدام به این انجام این تشکیلات انجام بدن، اون آگاهی که در مورد سندیکا و داشتن تشکیلات مستقل براشون آموزش داده شده بود، که من هم خودم یکی از همون کارگرا بودم که در همون کلاس های آموزشی میرفتم، اینه که این با آگاهی باعث شد که نتونستن انقدری موفق باشن و تا امروز هم موفق نبودن. نمونهش این که امروز در شورای شهر، در اعتراضات، هر جا که مسئله تو شرکت با میشه، برای چاره زنی که نه، برای این که مثلا مسائل و مشکلات مطرح بشه، پیگیری بشه، میتونم بگم از اعضای سندیکای شرکت باید همیشه اونجا توی این مذاکرات هست. یعنی تا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هم انقدر تاثیر داره. این نشون دهنده اون تشکیلات واقعا پایداره. آره، برگردم به اون موضوع اصلی. اینکه اینها یکی از تاثیرگذارترین، میتونم بگم شاید از عوامل امنیتی هم بیشتر تاثیر بذاره، چون اینها با همون امکانات و منابعی که از میتونم بگم دزدیدن، این منابعی که متعلق به کارگران بوده، شما ببینید در کانونهای بازنشستگی، در خانه کارگر، اینها همه در اختیار، هدفشون اینه که اینها تغذیه بشن، بتونن افرادی رو تربیت کنن. اینه که از تمام این منابع و امکاناتی که مربوط به کارگراست، علیه خود کارگرها اینو استفاده کنن. حالا به چه شکل؟ این که افرادی رو در گروه های کارگری، گروه های بازنشستگی میفرستن، با دل سرد کردن و ناامید کردن و تشدید اون تهدیدها و فشارهایی که از سوی امنیتی ها میشه، سعی میکنن ریزشی ایجاد کنن. حالا بازنشسته ها، چرا این اتفاق افتاد؟ یکی از دلایلی که من خودم از نزدیک شاهد بودم، ببین، بعد از اعتراضات مستمری که اتفاق افتاد، نسبت، من دارم میگم نسبت به سالهای قبل، این متناسب سازی که تا کنون اجرا نشده بود، و یکی از دلایلش که خود همین شورای اسلامی کاری یا خانه کارگری یا کانونی ها میگن نه، اینو ما تبلیغاتشون رو میگن، ما اینو چیز کردیم، پیگیری کردیم، بهتون دادن، این مال اعتراضات نبود، در صورتی که ما همه چیزاش هست. روزی، هفته ای نبود که یک بار اعتراضات سراسری بازنشسته ها انجام نشه. خب این اعتراضات همه تاثیرگذار بود. اینه که این پرداخت، این متناسب سازی و کار کرد، و یکی از مسائل این که اون افرادی که از همین عوامل بودن و نزدیک بودن به این خانه کارگر، یکی از دلایلی که شما اگه
آخرین اعتراضات اگه یه نگاهی بهشون بکنید، مثلا بازنشسته ها میگفتن آقا بریم وزارت کار، این عوامل میگفتن تبلیغات میکردن بریم، همون روز میامدن برنامه میذاشتن بریم پشت وزارت کار، اونجا فلانی میخواد بیا صحبت کنه، بریم نه خود کانون بازنشسته ها، بریم دم مجلس، یعنی هر جا که دیگه این اواخر وقتی که یک مقدار متناسب سازی اعمال شد و میتونم بگم نسبت به درصدایی که سالهای قبل اضافه میشد رقم نسبتا قابل توجهی بود برای بخشی از بازنشسته ها، نبگم برای همه. برای همین این صحبت ها یکی این که انحراف به وجود آورد، بخشی از بازنشسته ها رفتن دنبال اینکه کی میدن، چقدر اضافه شده، بیشتر گروه ها دیگه تو گروه های بازنشستگی بحث این بود. با توجه به اینکه اسماعیل گرامی هم بازداشت شده بود، این انحراف باعث شد که کسی زیاد نبودن اسماعیل رو دنبال نمی کرد، یعنی به جای اینکه بازنشسته ها ادامه میدادن و اعتراض میکردن که چرا آقای گرامی باید در بازداشت بمونه، بیشتر دنبال این بودن که در گروه هایی که من خودم دنبال میکردم و میکنم، بیشتر دنبال این بودن که چقدر دادن چقدر ندادن، قرار اینو بدن قرار اونو بدن، بیشتر دنبال اون، انقدر البته شرایطشون سخته واقعا، یک بازنشسته یعنی هیچی نداره، یعنی من خودم به عنوان یک بازنشسته میتونم بگم تقریبا حقوقمو کامل میدم برای اجاره خونه. خب شما فکر کن دیگه این بازنشسته چجوری میخواد، حالا همه هم که به اون آگاهی نرسیدن که، برای همین اینا خودش عواملی بود که یکی این بود، یکی هم این که بسیار عوامل امنیتی حداقل میتونم بگم بعدها ما متوجه شدیم، ما فکر کنم فقط من و اعضای سندیکا بودن که مثلا احضار شدن، بعدن که دیدیم نه یه سری 40-50 نفر رو از بازنشستگانی که اونجا فعال بودن رو احضار کردن، و از اون طرف هم عواملی که نزدیک بودن به کانون ها، به خانه کارگری ها، در گروه هاشون بسیار بسیار تبلیغ کردن که آقا دنبال چی دیگه اینو دادن. میدونی این مسائل که آقا اینجوری میشه بازداشت میشی، نمیدونم اون گفت احضار میشی، فلان میشی، با این روش را تونستن و به نظر من باز تهدیدا اندازه خود کرونا انقدر تاثیر نذاشت. شما اگر نگاهی بکنید به یک سال گذشته، تهران ما همیشه یا تعطیل بودیم یا مرگ و میر انقدر زیاد بودی که خود جرئت نمی‌کردی بیای بیرون، و بیشترین خطرم متوجه بازنشسته بود. من میتونم بگم هزاران نفر از بازنشسته ها تا الان واقعا فوت کردن به خاطر بیماری کرونا. اینها همه تاثیرگذار بوده توی فروکش کردن اعتراضات مستمر. اما اینو من بگم بهتون، بعد از اضافه شدن این بخشی از متناسب سازی که البته آقایون میگن دو مرحلهش انجام شده دیگه شما هیچی طلب نرید، البته اینو بگم باز این شما در فیش حقوق بازنشسته نگاه کنید، باز این به طور ثابت هنوز صحبت نشده، یعنی احتمال داره که بعدها با نبود بودجه فلان اینا کم کنن، چون در واقع حقوق تو سوا میزنه، اینم سوا میزنه، درسته در یه فیش میگیری ولی اینو به عنوان اضافات داره مینویسه. اینه که به نظر من بعد از اینکه این پرداخت ها انجام شد، شرایط گرونی انقدر شرایط تغییر کرد، یعنی من میتونم بگم کالاها تا چندین برابر، یعنی اقلام ضروری و مایحتاج کارگران و بازنشستگان تا حد چندین برابر اضافه شد، و این اضافه‌ای که به حقوق بازنشسته شده بود نه تنها تأثیری نذاشت، بلکه شرایط بازنشستگان رو از قبل از افزایش هم بدتر کرده. حالا دلیل اصلی که این 7-8 ماه کرونا بسیار بسیار کشتار کرده و همینجور بدون ترمز داره میره جلو و مسئولین هم هیچ فکری نکرده بودن، این باعث شد که یه مقدار فروکش کنه، ولی امروز ما نگاه میکنیم میبینیم الان بازنشسته ها تقریبا اکثرا واکسن زدن، الان میبینیم که دوباره داره این اعتراض ها صداها دار، چون واقعیت اینه که با حقوقی که یه بازنشسته میگیره یا باید بده کرایه خونه یا یه خورد و خوراک حداقلیه، بجز تازه هزینه های درمان و اینا.
بله، اشاره کردید حالا که کم کم بحثمون رو ببندیم، اشاره کردید به این موازی سازی ها، شورای اسلامی، خانه کارگر. ما این موازی سازی ها رو هم در جای دیگه مثل سندیکای در اعتراضات هفتپم دیدیم. یعنی یک روش گویی خیلی راحت اینا میتونن به سادگی بیان و که بتونن در واقع تاثیرگذار باشن و با هزینه کمتری در واقع بتونن جنبش ها و اعتراضات رو سرکوب کنن. چه ابزاری به نظر شما، چه کارهایی باید کرد تا مقابله کرد، چه درسهایی رو ما گرفتیم که بتونیم مقابله کنیم با این گونه موازی سازی ها؟ این یه بخش سوال منه. بخش دوم من برمیگرده روی اینکه خب به هر حال ما بعد از این افولی که دیدیم در رابطه با بازنشستگان، گروه های مختلفی تشکیل شد از با نام های مختلفی از بازنشستگان و به نوعی سندیکای کارگران شرکت واحد هم در امضاها با اونا همراه بود. آیا این به معنای رسمیت بخشیدن به اون در گروه های مختلف هست، یا اینکه به هر حال چه سیاستی هست که فکر نمی کنید آیا این نوع حرکت کمک میکنه به اون تشدد و اون تفرقه که هست درش؟ ببینید، گروه ها رو باید اسم ببرید. من الان نمیدونم. ببینید الان یک تقریبا 36 گروه بازنشسته ها از اسماعیل گرامی حمایت کردن و بازداشت و ادامه بازداشتش رو محکوم کردن. اونجا سندیکا توی اون گروه هایش اسم سندیکا رو من ندیدم که باشه. حالا منظور شما رو نمیدونم الان گروه های بازنشستگی کدوم گروه ها رو میگید؟ آقا من هست زیاد، مثلا گروه اتحاد بازنشستگان، گفتگوی بازنشستگان. خیلی یعنی ما بعد از اون افول یه دفعه شاهد تعدادی از این گروه ها شدیم که اعلام موجودیت کردن. خب این کمکی به پروسه کاری نمیکنه، در واقع بیشتر تفرقه است تا یک کار جمعی. نه ببینید، بازنشستگان، من به شما بگم که خب خودتون میدونید سر تا سر کشور بازنشستگان هستن و این گروه های بازنشستگی هم ببینید الان مثل کانون صنفی معلمان، الان ما در تهران کانون صنفی اسلام شهر داریم، کانون صنفی های مختلفی ما داریم. یعنی این نمیشه ما بگیم این در ایجاد تفرقه میتونه کار بکنه. ببینید این گروه های بازنشستگان هم به هر حال فعالن دیگه، دارن فعالیت میکنن، دارای یک کانالی هستن، یک کانالی که مثلا خب خط مشیشون اینا همه چی اونجا مشخصه، در واقع در کانال های تلگرامی فعال هستن و اظهار نظر میکنن در مورد مسائل مختلف. به هر حال این همگرایی ها امروز نیاز مبرم جامعه ماست. یعنی اگه این همگرایی ها نباشه، مثلا سندیکای هفت تپه به تنهایی میخواد چیکار کنه؟ سندیکای شرکت باید به تنهایی میخواد چیکار کنه؟ اصلا خود به خود اگه این همگرایی ها به وجود نیاد و اعتراضات، ببینید موقعی کارگران، بازنشستگان، فرودستان میتونن به مطالباتشون برسن که توده های مردم شکل بگیرن، همسو بشن با اون تشکل‌های کارگری، با کارگرانی که جلو وایستادن و دارن برای مطالبات و مسائلشون اعتراض، دست به اعتراضات و نمی‌دونم پیگیری‌های مستمر دارن. این اتحاد سراسری موقعی میتونه شکل بگیره که توده‌های مردم رو در بر داشته باشه. اگه توده‌های مردم در بر نداشته باشه، خب یه سندیکا که به تنهایی نمیتونه تبدیل به یه آلترناتیوی بشه، نمیدونم بخواد یه حرکت خیلی بزرگی رو انجام بده. هرچند که در جنبش کارگری امروز سندیکای هفت تپه و سندیکای کارگران شرکت باید بسیار بسیار تاثیرگذار بودن. شما اگه بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، از سال 84 سندیکای واحد که احیا شد کمک کرد سندیکای هفت تپه هم فکر میکنم 86 دیگه رسمیت پیدا کرد. یعنی
من قشنگ اون زمان یادمه که تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد کمک کردن، یعنی رفتن با هفت تپه و اینا کمک کردن، اعتراضاتی که اونجا شکل گرفته بود و اومدن برای ایجاد اون سندیکای هفت تپه. و از دل این دو سندیکا ده ها شاید بگم فعال کارگری بیرون اومد و امروز میدونیم که در مورد همه مسائلی که در جامعه هست این سندیکاها اظهار نظر میکنن، چه میدونم احکام ظالمانه رو محکوم میکنن نسبت به نویسندگان، دانشجویان و همینطور اونها هم، حالا هرچند که ما در واقع میتونیم بگیم خیلی از نظر جمعیتی زیاد نیستن، که البته خب همیشه همینطور بوده در معمولا اون بخشی که تو دانشجوها. من یه روز با این فعالان دانشجویی که صحبت میکردم پرسیدم شما چند درصدی تو این اعتراضاتی که تازه در اوج اعتراضات بود، یعنی این که میگم در سالهای 85 و 86 و اینا بود که دانشجوها بسیار بسیار متحد بودن و اعتراضاتشون بسیار مشهود بود، و اون فعالین پیشروشون گفتن 5% هم ما نیست. ببینید به هر حال همینه، اگه اینها درسته که امروز وقتی سندیکای شرکت واحد از کانون نویسنده ها، از روزنامه نگاران، از معلمین، از دانشجویین، از بازنشستگان داره حمایت میکنه، در واقع داره یک همگرایی بین این اقشار به وجود میاره. و همینطور که ما شاهد بودیم در همین دو سه سال گذشته قبل از کرونا، خب همین اقشار مختلف مثل بخشی از دانشجویان، بخشی از نویسندگان، معلمین، بازنشستگان، اینها در فراخوان‌ها و تجمعاتی که حتی از سوی سندیکای شرکت واحد بوده، یا مثلا وقتی که آقای شهابی زندان بود خانوادهش درخواست کردن که میخوان تجمع کنن از طرف سندیکا که تعدادی اومدن، از طرف همین اقشار مختلف جامعه هم خب حمایت شد. و اگه ادامه پیدا میکرد و بسیار مثلا اول ماه می، مثلا وقتی که سندیکا فراخوان داد برای جلوی مجلس، خب ما دیدیم اقشار مختلف جامعه بلند شدن اومدن، البته فعالینشون در این معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، اینا همه فعالینشون. و اینها میتونه، درسته شاید شما به میشه جنبه منفی، ولی جنبه منفیش به نظر من خیلی کمتره. اینکه حالا مثلا بعضی ها مشروعیت بگیرن، ولی خط مشیشون مشخصه دیگه. به هر حال اینها گروه هایی هستن که اگه همخونی نداشته باشن با دیگر تشکل ها به راحتی کنار گذاشته میشن و اون جمعیتی که اونجا کار میکنه ادامه نمیده فعالیتو، چون به هر حال کسانی که الان جلودار هستن و پیشرو هستن و به اونا بگذارن تجربیات بسیار بسیار ارزنده ای دارن و این تجربیاتشون استفاده میکنن. ولی همه این پرحرفی هم کردیم، حرفایی که زده شد، همه در راستای همگراییه. تا این همگرایی سراسری به وجود نیاد مشکلی حل نخواهد شد. شما داری میبینید دیگه الان 13 دوره ریاست جمهوری، درست میگم 13 دوره انجام شده، یک دوره ما ندیدیم برنامه اقتصادی داشته باشن برای کارگر. حتی ما یک دوره ندیدیم که برنامه برای کارگران، معلمان، چه میدونم آموزش پرورش، برای بازنشسته ها، برای فرودستان، برای تمام کسانی که واقعا با حداقل بگیر دارن زندگی میکنن، هیچ وقت برنامه نداشت. پس بنابراین ما چاره ای نداریم به قول همون شعار معروف جز اتحاد و وحدت و تشکیل. اون بخش سوال منم اگر اون بخش سوال منم لطف کنید جواب بدید، که به هر حال تجاربی که پیدا کردیم در رابطه با این موازی سازی ها چه کار باید کرد که مقابله کرد و به هر حال اجازه ندیم به این شکل بتونن. الان ما داریم میبینیم در هفت تپه یارگیری میکنن، در بازنشستگان به هر حال تاثیرات منفی رو گذاشتن. به هر حال این کاریه که سیاستی است که رژیم داره به کار میبره. متوجه شدم. ببینید ما قبلا هم، یعنی سندیکای شرکت واحد قبلا پیامش رو داده. ببینید در واقع من نظر شخصی من اینه، تجربه شخصی من اینه،
تجربه گروهی اونم اینه که هر چقدر ما بتونیم به سمت تشکل‌های پایدار و مستقل بریم. ببین نمیشه که مثلا کارگرای هپکو الان میان اعتراض میکنن، اعتراضشون ادامه داره. خب ببینید بهترین مجمع همینه دیگه، وقتی کارگرا اومدن یه جا جمع شدن، ما نظرمون این بود که وقتی هفت تپه 70 روز 90 روز اعتراض داشت، اعتصاب داشت، تجمع داشت، چقدر خوب میشد که از سندیکاشون حمایت میکرد دیگه. چرا مثلا بیاد حالا یه اسم اینجوری بذاری یه اسم اونجوری بذاری که هر کی توقع داشته باشه به یه سمتی بکشونه. ببینید واقعیت اینه، ما از همه طرف ضربه میخوریم. متاسفانه این موازی سازی یکی از بدترین مسائلی بوده که ضربه خوردیم. اگه امروز سندیکای شرکت واحد با همین شرایطی که امروز داره ماندگار شده، به خاطر اینکه این تشکیلات پایدار و منسجم رو سعی کرد حفظ کنه. ما یه موقعی مثلا هی همکاران گفتن آقا این سندیکا چیکار میکنه، گفتم این سندیکا همین که خودش رو حفظ میکنه تو این شرایط، این خودش کار بزرگی کرده. برای همین امروز اون موازی سازی توی شرکت باید واقعا نتیجه نداره، به خاطر اینکه اعضای شورای اسلامی کار بدون هیچ انتخابات خیلی چیزی میان سر کار، یعنی دیگه اونا خودشون برای خودشون ساعت میزنن، وگرنه هیچ مشروعیتی بین بدنه ندارن و اصلا کسی قبول نداره دیگه، یعنی به طور کامل مشروعیتشون هدسه. به نظر من بهترین راه مقابله با این موازی سازی ها حفظ کردن و تقویت کردن تشکلهای مستقل خودشونه. یعنی اگه هر کارگرا در کارگاه های خودشون بتونن تشکیلات مستقل بزنن، دیگه تیکه تیکه نمیشن، هر کی بیاد تیکش بگیره زن خودش ببره. اون ندم حالا ما تو هفته پی این چند وقت شاهد بودیم دیگه، بحث از خب خیلی عالیه، خیلی شعار خوبیه، نان کار آزادی، نمیدونم اداره شورایی فلان، ولی به شرطی که یه بدنه هم داشته باشه دیگه، یه بدنه ثابت باید داشته باشه. مگه میشه همینجوری ما بگیم آقا هر موقع ما کاری داریم اب نداره یه مجمع بذاریم؟ نمیشه که، شما برای هر چیزی که نمیتونی مجمع بذاری که، یعنی بگی من قبول دارم تصمیمات، بهترین نوع تصمیم گیری تصمیماتیه که تو مجمع گرفته میشه، ولی به شرطی که شما شرایطی هم داشته باشی. ما با حاکمیتی مواجه هستیم که به هیچ عنوان اجازه تجمع و اینا رو نمیده. حالا کارگران بر اساس فشارها و ایستادگی و مقاومتی که کردن تونستن امروز تجمعات خودشون رو هنوز برقرار کنن، هنوز اعتراضات ادامه ده. اگه ایستادگی نمی‌کردن که تموم شده بودن. من میخوام چون بحث به نظر من بهترین راهش مقابلش همین بر همین داشتن تشکر مستقل. من میخوام چون بحث امروز رو ببندیم، یه شناسنامه‌ای داشته باشن، یه شناسنامه داشته باشن، بحث رو ببندیم، اجازه بدید آخرین سوالم رو به این شکل بپرسم از شما. ادامه همین صحبتی که داشتید، ما شاهد مجامع عمومی وسیعی بودیم در سطح وسیع از طرف کارگران پروژه‌ای اخیراً در نقاط مختلف. خود هفت‌تپه هم که شما اشاره کردید، به هر حال اون سنت مجامع عمومی رو ما در فولاد این رو دیدیم، در هپکو به نوعی دیدیم. وقتی بحث بره برای اینکه این اولا دوست داشتم نظرتون راجع به اینها بدونم، و بعد اینکه اون شناسنامه‌ای که میگید و بعد هر جریانی تشکل خاص خودشو داشته باشه، چطوری بعد اینا میتونن با همدیگه ارتباط بگیرن و یک شکل سراسری، اگر به شکل سراسری وصل نشن و نتونن مطالبات سراسری رو داشته باشن، در همون خردکاری و در همون صنفی بودن خودشون غرق میشن و به نوعی در بعضی مقاطع هم از کارهایی میفتن. اگر لطف کنید این دو موضوع رو، که اینکه نظرتون راجب اون مجامعی که به هر حال تشکیل شد، حرکتایی که کارگران پروژه‌ای انجام دادن، به هر حال الان نزدیک 90 روز در اعتصابن، و اینکه اگر قرار باشه به این شکل خاص برن، آیا این نمیتونه کمکی باشه برای ذوب شدنشون؟ بفرمایید. ببینید من الان کارگرای هپکو رو گفتید، آذرابو گفتید، به نظر شما کارگران امروز، من الان در داخل هستم،
اصلا کسی اگه بیاد بگه وضعیت ما کارگرها تو فلانجا بهتر شده، من میتونم به قبول کنم یه مقدار نسبت قبل شاید بهتر شده باشه. البته کارگرای کارگاهی که اعتراضات مستمر داشتن، مثلا نسبت به قبل چجوری بهتر شده؟ 4 ماه حقوق معوقه داشتن، بعد مثلا 3 ماهشو پرداخت کردن. ببین در شرکت واحد ما یک روز، باور کنید، اینو به تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد رجوع کنید، اینا هستش. یک روز، 2 روز حقوق، یعنی بیشتر از یه روز 2 روز ما تا حالا ندیدیم حقوق عقب بیفته. یک روز عقب میفته، اصلا کارگرها حتی منتظر سندیکا هم وانه نیستن، بلافاصله چراغشون روشن میکنن، بلافاصله اعتراض میکنن، بلافاصله به سندیکا راه به راه به پیوی سندیکا چیز میزنن، نامه میزنن که آقا اینجوریه فلان اینا. حتی من دیدم بعضی از اعضای سندیکا گفته بابا یه روز حقوق عقب بده، حالا یه روز دیگه بگذره، شاید صبح برای ریختن. من میخوام بگم بله خوبه این اعتراضا، ولی مگه میشه بگیم الان کارگرای هپکو وضعشون خوب شده؟ مگه میشه بگیم آذر ها؟ پس الان کجان؟ پس این نشون میده اون مجمع ها، اون چیزا خیلی خوب بود، فولاد، ولی یه بخشی از مطالبات عقب افتادهشون رو گرفتن، یه بخشیشو. ولی اگه یه تشکیلات باشه، خب برای باقی مس، برای بهداشت محیط کار، برای شرایط مسکن، برای ما، ببین ما در شرکت واحد برای همه اینا اقدام کردیم و کار کردیم. اینکه من به خاطر همینه که میگم ما اصلا بحث اون سنفی اینا رو بذاریم کنار. مگه الان سندیکای شرکت واحد سنفی سنفی داره کار میکنه به نظر شما؟ وقتی میاد از زنان دفاع میکنه، وقتی از معلمان دفاع میکنه، وقتی از مطالبات عمومی واکسیناسیون میاد مطرح میکنه، این دیگه چجوری میخوایم بگیم ما؟ خب اونای دیگه هم، کارگرای دیگه هم، وقتی که تشکیلات مستقل تحت، یعنی خودشون اداره کنن، من سوء تفاهم نشه گفتم شناسنامه، منظورم که خودشون اداره کنن ولی یه اسمی داشته باشه، نگن آقا ما هر موقع خواستیم میایم جمع میشیم، هر موقع نخواستیم جمع نمیشیم. منظورم که یه عده نماینده داشته باشن، باید خود مجمع ها میتونن نماینده انتخاب کنن، نماینده داشته باشن و علل بدل بذارن. حالا مگه شرکت و سندیکا نبود؟ تمام اعضای هیئت مدیره رو بازداشت کردن، ولی حلقه های بعدی کار رو ادامه دادن. ما در سال 84-85 همه همون زندان بودیم، ولی این سندیکا مسائلش رو میرفت به خاطر اینکه حلقه های بعدی بودن. من عرضم اینه که اگه کارگر رو بتونن سازماندهی کنن تشکیلاتشون رو، قطعا میتونن نتیجه خیلی بهتری بگیرن. و بعدها چه فرقی داره؟ اصلا هپکو میذاره تشکل مستقل برای خودش درست میکنه، 50 تا 20 تا نماینده میذاره، 7 تپه میذاره شورایی، اون یکی میذاره. خب من میخوام ببینم آیا در حاکمیتی که امروز به طور کامل سرمایه داریه، ما اینجا متاسفم واقعا از این مسئله که متری 180 میلیون ما اینجا خونه داریم، بعد مثلا من کارگر حتی یه مترش هم نمیتونم بخرم. آخه واقعا اینقدر فاصله طبقاتی، اینقدر دیگه سرمایه داری چجوریه؟ من خواهم در حاکمیتی که به این شکل سرمایه داریه، خب کارگرها چه فرقی داره؟ تشکلات مستقل داشته باشن دیگه، تبعیت از دولت و حاکمیت نمی کنن. چه میدونم تشکلات موازی توشون رخنه نمیتونه بکنه و همین باعث میشه با هم همصدا میشن. وقتی که افزایش دستمزد یک مسئله مطالبه عمومیه، خب میتونن در برای این افزایش با هم متحد بشن، میتونن در مورد مسکن متحد بشن، حتی میتونن اگه این، حالا ما تو سندیکا ها میگیم سندیکا ها به هم میپیوندن و مثل زمان گذشته که یکی از مسائلی که باعث سقوط رژیم سلطنتی شد همین اتحادی بود که بین کارگرای نفت بر اثر داشتن سندیکاهای تشکیلات، حالا اصلا اون موقع میگفتن زرد، میگفتن تشکیلات زرده، مثلا قبول، ولی همین تشکیلات زرد تونستن با هم تبدیل میشن کارگاه های مختلف، چه میدونم رانندگان نفتی ها، اون یک هپکویی ها، اونا تبدیل به یه کنفدراسیون میشن. خب بعد متشکل میشن دیگه، حالا چه فرقی داره اسمشون چی باشه؟ ولی موضوع اینه که مستقل باشن، میدونی، از دولت، از کارفرما مستقل باشن. همین باعث میشه در مطرح کردن مطالبات عمومی متحد میشن. وقتی که مثلا امروز 7 تپه راجع به واکسیناسیون
اطلاعیه میده، سندیکای واحد میده، چه میدونم بازنشسته ها میدن، معلم ها میگن، دیگه اتحاد میخواد چجوری به دست بیاد؟ خب این میشه اتحاد دیگه. چرا مثلا ما بگیم نمیشه همچین چیزی؟ من عرضم بله به این شکل. ممنون. من سوالی ندارم، اگه نکته جا مونده یا مایلید اضافه کنید الان بهترین فرصت است، وگرنه برنامه را اینجا به پایان ببریم. نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. امیدواریم که به هر حال کارگرا به سمت ایجاد تشکل‌های مستقلشون برن، که ما تجربیاتی که در سندیکای کارگران شرکت واحد داریم در بخش‌های مختلف، نه فقط در مورد یک موضوع، میتونم بگم بهداشت محیط کار، مسکن، سرویس رفت و آمد، حق نهار، حق لباس، پوشاک، میدونید در تمام این موارد سندیکا به قول معروف مداخله کرده و امروز با همه فشارا، با همه تهدیدایی که بالا سرش بوده و تا امروز زیر اون ضربه شده و الان 5 تا کارگرش هنوز اخراج نتونسته برگرده سر کار، دوستان آقایان شهابی و سعیدی و محرمزاده و حسین کرمی سبزوار و خانم شیری، اینا هم نتونستن برگرد و مسئلهشون فقط امنیتیه، یعنی اون عوامل امنیتی بالاتر، نه بگیم مال شرکت، اینا نمیذارن برن سر کار. اینی که با این حال امروز در هر حرکت اعتراضی که میشه از اعضای این سندیکا به عنوان نماینده میارن اونجا، میره صحبت میکنه، میره مذاکره میکنه. خب مگه شورای اعصاب کار نیست تو شرکت باید؟ پس این نشون میده که میشه با این تشکل‌های موازی، با داشتن تشکل پایدار مبارزه کرد، میشه اونا رو کنار گذاشت. خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. درود بر شما. ارزیابی از اعتراضات و اعتصابات کارگران و موانع، گفتگوی ما با آقای داوود رضوی از سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه را شنیدید. با سپاس از شما. درود بر شما. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.